به ارتباط به خواست وزارت خارجه چین و دولت چین از طالب ها که باید در افغانستان یک دولت مشروع ملی، دولتی که منبعث از اراده مردم افغانستان باشه، مشروعیت ملی داشته باشه و برای کسب مشروعیت بین المللی باید دولتی باشه که پابند به میثاق های بین المللی، کنوانسیون های بین المللی و قرارداد های بین المللی باشه، اعلامیه جهانی حقوق بشر بپذیره و همچنان منشور سازمان ملل متحده، دولتی که پابند به کنوانسیون های بین المللی و میثاق های بین المللی باشه، در او رعایت حقوق بشر می باشه، رعایت حقوق زنان و دختران می باشه، مسئله کار و تعلیم و تحصیل زنان مرفوع می باشه و همچنان رابطه افغانستان با دولت ها و کشورهای دیگر تنظیم می شه. بنابراین چین هم که یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت است و یکی از قدرت های بزرگ سیاسی، نظامی و اقتصادی در جهان است، همسایه افغانستان است، خواهان پذیرش شروط جهان توسط طالبا هست. تا زمانی که در افغانستان یک دولت مشروع ملی شکل نگیره، چین هم دولت او دولت به رسمیت نخواهد شناخت. رابطه دولت چین با طالب ها یک رابطه دیفکتو هست، نه دیجور و قانونمند، فقط بر اساس ضرورت های اقتصادی، سیاسی، امنیتی با حاکمان فعلی کابل چین در رابطه هست، ولی ای به معنای به رسمیت شناختن رسمی نیست و چین تا زمانی که طالب ها شروط جهان را و شروط چین را، شروط تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و منطقه را نپذیره، کشورهایی که در شانگهای حضور دارن، کشورهایی که در فرمات مسکو هستن، همه جهان و همه کشورها از طالب ها یک خواست دارن و هو عبارت از پذیرش قوانین بین المللی، میثاق های بین المللی و کنوانسیون های بین المللی هست و پابندی به او و مشروعیت ملی ایجاد کردن است. دولت مشروع ملی میتواند تمام مشکلات افغانستان حل کند.